آتش‌سوزی در جنگل‌های خود توسط مردم مهار شد. مرد هلمندی همسر و پسر سه ماهش را سر برید و در پایان خبر فوری درگیری شدید همین اکنون در 315 خیرخانه کابل. به نام خدا بخشنده و مهربان، سلام، وقتتون بخیر. به یک ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایین ویدیو ما همراه بوده و این کانال را سابسکرایب کنید. مرد هلمندی همسر و پسر سه ماهش را سر برید. عامل این قتل از ساحل رویداد فرار کرده و تلاش‌ها برای بازداشت او آغاز شده است. مسئولان و محلی طالبان در ولایت هلمند میگن که یک مرد در ولسوالی گرمسیر این ولایت همسر و یک کودک پسرش را با چاقو سر بریده است. مولوی سانی ولسوال طالبان برای ولسوالی گرمسیر میگوید که این مرد باشنده روستای تاج محمد این ولسوالی بوده و همسر و یک پسر سه ماهش را سر بریده است. او در مورد علت و انگیزه این قتل چیزی نگفت، اما افزود کاملان این قتل از ساحل رویداد فرار کرده و تلاش ها برای بازداشت او آغاز شده است. این در حالی است که روز گذشته یک مرد دیگری در ولایت نیمروز نیز نو عضو خانواده خود را که شامل همسر، کودکان و خسرش می شوند تیرباران کرد. این رویداد در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز رخ داده است. عامل رویداد از ساحل فرار کرده است. در همین حال هورین میرسعیدی روی صفحه فیسبوکش می نگارد صداهای تیراندازی در 315 خیرخانه کابل شنیده شد. جزئیات بعدا نشر می شود. و در پایان آتش‌سوزی در جنگل های خوست توسط مردم مهار شد. رسانه های وابسته به طالبان گزارش می دهند که آتش‌سوزی در جنگل های ولسوالی موسیخیل ولایت خوست توسط مردم محل مهار شده است. این آتش‌سوزی روز یکشنبه 22 جوزا در جنگلات جلغوزی ولایت خوست آغاز شد، اما منابع محلی گفتند که این آتش‌سوزی هنوز ادامه دارد. خبرگزاری باختر وابسته به طالبان اما گزارش داده که جوانان محلی اولی ساعت 2:30 بامداد امروز دوشنبه به محل رویداد شفافته و این آتش‌سوزی را مهار کردند. علت این آتش‌سوزی تا اکنون مشخص نشده است. رئیس وزارت طالبان در ولایت خود به رسانه های محلی گفته بود که دامنه آتش لحظه به لحظه زیاد می شود و روز دوشنبه برای مهار این آتش تصمیم می گیرند. این اظهارات سبب خشم مردم خود شده و کاربران در شبکه های اجتماعی از تاخیر در مهار آتش انتقاد کردند. پیش از این در پی آتش‌سوزی در جنگلات نورستان دست کم 68 هکتار جنگل تومه آتش شد. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر الان نگهدار کنم. گرسنه فراز باشید.